سلام، با 180 ثانیه یه سه شنبه نهم بهمن ماه همراه ما باشید. عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه این نوشت: فعالان کارگری، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از بازداشت دوباره در خطر فاحش ادامه شکنجه ها قرار دارند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد بعد از ظهر امروز جعفر عظیم‌زاده دبیر کل اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد. نهاد بازداشت کننده مشخص نیست. جمعی از مالباختگان مؤسسه مالی و اعتباری کسپیان در رشت امروز سه‌شنبه مقابل شعبه این مؤسسه دست به تجمع اعتراضی زدند و با سر دادن شعارهایی به سفر اخیر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به سوریه و امضای تفاهم نامه های همکاری برای بازسازی این کشور اعتراض کردند. جهانگیری حیا کن، سوریه را رها کن، فکری جهان ما کن. علی مطهری نائب رئیس مجلس روز سه‌شنبه در یک پست اینستاگرامی به دلیل آنچه حمله به اعضای تیم ژاپن خواند، خواستار تنبیه سه بازیکن تیم ملی فوتبال ایران شد. امروز سه‌شنبه ثبت نام کنندگان بهمن موتور در تهران به تجمع اعتراضی خود در رابطه با غارت دارایی و تحویل ندادن خودرو ادامه دادند. اما عوامل حراست این شرکت اقدام به ضرب و شتم آنها کردند. باشگاه خبرنگاران جوان امروز سه‌شنبه به نقل از فرمانده پلیس پایتخت خبر داده گرداندن سگ‌ها و آوردن آنها به معابر عمومی در تهران ممنوع شد. سیل و بارندگی شدید امروز سه‌شنبه موجب گرفتگی معابر در خرم‌آباد شد. همچنین طغیان رودخانه کشکان موجب مسدود شدن محور ترانزیتی خرم‌آباد پلدختر شد. مشتبه خالدی سخنگوی سازمان اورژانس اعلام کرد 25 دانش آموز در دبستانی در شهر بم با گاز مونوکسید کربن مسموم شدند. سفارت ونزوئلا در تهران امروز شاهد تجمعی از شخصیت‌ها و فعالان اصولگرا در حمایت از دولت نیکولاس مادورو بود که این روزها با اعلام ریاست جمهوری موقت رئیس پارلمان زیر فشار بین‌المللی قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه نهم بهمن با انتشار بیانیه ای اعلام کرد به خوان گوایدو رئیس جمهوری موقت و مشروع ونزوئلا اجازه دسترسی به ذخیره موجود در بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا در نیویورک را داده است.